در 4 گفتار پیش نشان دادم که رویدادهای ویرانگر فراوانی که در دورانهای گوناگون آهنگ نابودی فرهنگ و تمدن ایرانی را داشتند، نتوانستند ماهیت ملتی را که در سراسر تاریخ خود را ایرانی می‌داند از میان بردارند. از این رو یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته تاریخ ایران، پیوستگی هویت فرهنگی ایرانیان است در طول صده‌ها و هزارها. گفتم غزنویان و سلجوقیان با اینکه ترک تبار بودند ایرانی شدند. آیین‌های فرهنگی ایرانی را ارج می‌گذاشتند و زبان فارسی را در خاور و باختر آسیا گستراندند. برای توضیح بیشتر به آن گفتارها رجوع کنیم. امپراتوری سلجوقی را ترکان قز برانداختند. با مرگ سنجر در سال 536 خورشیدی 1157 میلادی، خراسان بزرگ و بخش‌های دیگری از ایران زیر فرمان دودمان خوارزمشاهیان درآمد. آنان در حدود 150 سال بر ایران فرمان راندند، ولی سرانجام با یورش‌های پیاپی مغولان به سرکردگی چنگیزخان که از سال 597 خورشیدی 1218 میلادی آغازیدند سرنگون شدند. چنگیزخان پیش از حمله به ایران با متحد کردن قبیله های مغول و ترک و یورش هایی که از 1211 تا 1215 میلادی به چین کرده بود، این کشور را ویران و در تصرف خود درآورده بود. با حمله های وحشیانه اش به ایران در عرض چند سال سراسر خراسان بزرگ، شهرهای سمرقند، غزنه، مرو، بلخ، بخارا، نشابور، طوس، هرات، ری، تبریز ویران شدند. سپاهیان چنگیز هر شهری را می سوزاندند و با خاک یکسان می کردند. هزاران تن از مردم بیدفاع را می کشتند و قنات ها را ویران می کردند. برای نمونه فریدالدین عطار در همان موج آغازین حمله مغولان در سال 599 هجری خورشیدی برابر با 1220 میلادی در نیشابور کشته شد. همچنین لشکریان مغول به سرکردگی اکتای قاآن در سال 614 خورشیدی 1235 میلادی هزاران تن را در اصفهان قتل عام کردند و شهر را ویران گرداندند. کمال الدین اسماعیل شاعر به چشم خیش کشتار مردم اصفهان را دید. میگوید کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردم بد گرید. دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. خود او هم 2 سال بعد به دست مغولی کشته شد. چنان که تاریخ نویسان معاصر عصر مغول نوشتند، از آن میان ابن اسیر، ابن واصل و ابن کثیر در حمله چنگیز به ایران خلیفه عباسی ابوالعباس احمد ناصر دست داشته. او بوده که به سبب دشمنی با خوارزمشاهیان چنگیز را در این کار تشویق کرده و به او اطلاعات نظامی داده است. پس از مرگ چنگیز، سرزمین پهناوری که به دست آورده بود میان جانشینانش تقسیم شد. یعنی در حدود 40 سال پس از نخستین موج حمله مغول به ایران، ایران به نوه‌اش هولاکوخان واگذار شد که سردودمان ایلخانیان یا ایلخانان به شمار می‌رود. این نسل از مغولان با فرهنگ و زبان فارسی آشنایی پیدا کرده بود و در غارتگری و آدمکشی بسیار ملایم‌تر شده بود. به گفته سعدی، چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. هولاکو پس از تصرف دژ علموت و از میان برداشتن اسماعیلیان، نصیرالدین طوسی را که در علموت بود به وزیری خود برگزید. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از هوشمندترین انسانهای روزگار خود بود، به ویژه در ریاضیات، اخترشناسی و سیاست. هولاکو به توصیه او بغداد را تصرف کرد. به تاریخ 22 بهمن 636 خورشیدی برابر با 10 فوریه 1258 میلادی و مستعصم 39مین یا آخرین خلیفه عباسی را به جهان دیگر فرستاد. چنان که گفتم، عباسیان را ایرانیان ابو مسلم خراسانی به قدرت رساندند.
و بدین سان باز هم ایرانیان بودند که پس از 518 سال سبب سرنگونی خلافت عباسیان شدند. با از هم پاشیدن خلافت عباسی که محور جهان اسلام به شمار می‌رفت، مرکزیت قدرت به ایران منتقل شد و زبان عربی جایگاه خود را در ایران از دست داد. تا آن زمان ایرانیان کتاب‌های علمی خود را به عربی می‌نوشتند. فارسی که زبان شعر و ادب و کشورداری بود، از آن پس در زمینه‌های علمی گستره بزرگتری یافت، به ویژه در اخترشناسی. یکی از مهمترین تشویق کنندگان به فارسی نویسی همان خواجه نصیرالدین طوسی بود که به او اشاره کردم. نصیرالدین طوسی خود بسیاری کتاب‌های علمی به فارسی نوشت، از آن میان 20 باب در شرح استرلاب، و با وجود همه مشغله هایی که داشت، خود کتاب سورالکواکب صوفی را که در حدود 300 سال پیش به عربی نوشته شده بود به فارسی ترجمه کرد. هولاکو تنها 9 سال فرمان راند و در 49 سالگی در پایتخت شهر مراغه درگذشت. هولاکو و جانشینانش در حدود 100 سال بر ایران فرمان راندند. در اینجا یک بار دیگر، چنان که در تاریخ ایران بارها روی داده، شاهد پدیده شگفت‌انگیزی هستیم. فاتحانی که با برتری نظامی یا بیرحمی و سنگدلی بر ایرانیان پیروز می‌شوند، در برابر غنای فرهنگ ایران و هویت ایرانیان زبونند. حمله ویرانگر مغول نتوانست گسستی تاریخی در فرهنگ و هویت ایرانی پدید آورد. ایرانیان توانستند ادب، تربیت و تمدن را به مغولان بیاموزند، آنسان که نه تنها هجوم و سلطه ویرانگر آنان به مغولی شدن جامعه ایران نیانجامید، بلکه برعکس قوم مغول ایرانی شد. مغولان هم مانند سلجوقیان و غزنویان برای خود تبار ایرانی اختراع کردند و نیاکان خود را با شاهنشاهان پیش از اسلام ایران پیوند زدند. آیین‌های فرهنگی ایرانی را به جا آوردند و زبان فارسی را از آن خود کردند. به تکثیر شاهنامه فردوسی پرداختند. بیشترین و نفیس‌ترین نسخه‌های شاهنامه در این دوره پدید آمدند. از آن میان می‌توان شاهنامه دومات را نام برد که کهن‌ترین شاهنامه مصور است و در سال 1330 میلادی در دوران ایلخانیان تهیه شده. شاهان مغول از شاعران پارسیگوی می‌خواستند درباره آنان منظومه‌های حماسی به سبک شاهنامه بسرایند. از این رو نهضت شاهنامه سرایی به تقلید از فردوسی به راه افتاد. از آن میان میتوان اثرهای زیر را نام برد: شهنشاهنامه سروده احمد تبریزی در سال 760 خورشیدی، 1381 میلادی در 18000 بیت، قازان‌نامه نوری اژدری در 8709 بیت، ظفرنامه حمدالله مصطفی در 75000 بیت، همایون‌نامه زجاجی در 60000 بیت که تاریخ ایران را از پادشاهی کیومرث تا دوران ارسلان پسر طغرل سلجوقی نقل می‌کند. زجاجی در این کتاب بارها فردوسی و مقام والای حماسه ملی ایران را ستوده است. قازان‌نامه آکنده است از اشاره به نام‌های حماسی یا شخصیت‌های پیش از اسلام ایران، مانند اردشیر بابکان، اشکبوست، انوشیروان، ایوان کسرا، بهرام گور، بهمن، بیستون، تهمتن، تهمینه، دارا، سام، رخش، رستم، زرتشت، زند و دیگرها. چند نمونه از لقب‌هایی که به قازان خان داده شدند عبارتند از کیانزاده، دارنده درفش کیان، جهان پهلوان، رستم روزگار، وارث ملک کیان. در سراسر منظومه ده‌ها بار نام ایران به کار رفته است. در دوران ایلخانیان نمادهای ایرانی به ویژه شیر و خورشید بر پرچم‌ها پدیدار شدند. در شاهنامه چنگیزی که شمس الدین کاشانی در زمان قازان خان و سلطان محمد خدابنده به سبک شاهنامه برای تاریخ مغول سروده، مینیاتوری هست که سواران مغول پرچم شیر و خورشید به دست دارند. عصر ایلخانان همچنین دوران شکوفایی تألیف کتاب‌های تاریخ و جغرافیا به زبان فارسی است. از آن میان میتوان اینها را نام برد: تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی، تاریخ جامع و تواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی، تاریخ گزیده حمدالله مصطفی، تاریخ وصاف، نظام و تواریخ بیضاوی، تاریخ ابو سلیمان بناکتی،
در همه این اثرها به روشنی دیده می شود که تاریخ نویسان از هویت تاریخی ایران و بازیافت نقش ایران در جهان پس از سرنگونی دستگاه خلافت اسلامی آگاهند. از جمله نکته هایی که تاریخ نویسان آن دوره بر آنها تاکید کردند، محدوده جغرافیایی ایران باستان، حاکمیت سیاسی ایرانیان و رابطه میان ایران و عرب هاست. این اثرها ضمن تاکید بر مرزهای جغرافیایی ایران، عنوانهایی چون ایران زمین، شهر ایران یا مملکت ایران را به کار میبرند. در این زمینه بسیاری پژوهیدند. از آن میان من از نوشته های استاد احمد اشرف در ایرانیکا بهره بردم، همچنین از مقاله احمد افضلی نژاد استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز در مقاله‌ای با عنوان ایران زمین در تاریخ نگاری ایلخانان و ممالیک. یکی از مهمترین هدف‌های تاریخ نویسان و دولت مردان ایرانی، ایرانی ساختن شاهان ایلخانی و در نتیجه مشخص کردن حدود تاریخی و جغرافیایی ایران به عنوان واحدی مستقل و منطبق با دوره‌های حماسی و باستانی بود. پیشگام این رویکرد ناصرالدین عبدالله بیضاوی است در کتاب نظام التواریخ. این اثر در حدود سال 654 خورشیدی یا 1275 میلادی نوشته شده، یعنی پس از تاریخ جهانگشای جوینی و پیش از جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی. بیضاوی در بیضا نزدیک شیراز زاده شد. پدرش در زمان ابوبکر بن سعد از اتابکان فارس، طایفه‌ای از ترکان غوز، قاضی بود. این سلطان توانست با ژرف‌اندیشی شیراز را از ویرانی و کشتار چنگیز مغول در امان نگاه دارد. ناصرالدین عبدالله بیضوی سمت قاضی القضاتی در قلمرو اتابکان فارس داشت. هدف او از نوشتن کتاب نظام التواریخ این است که تاریخ دودمانهای پادشاهی ایران را در عرصه‌های تاریخ و جغرافیا به کوتاهی تدوین و تنظیم کند تا پیوستگی و تحول آن را از آغاز تا ظهور مغول و ایلخانان به گونه‌ای بی‌وقفه نشان دهد. تأکید بیضاوی بر ایران در این اثر کاملا روشن است و مرزهای ایران را از فرات تا جیهون، بلکه از دیار عرب تا حدود خجند می‌داند. این توجه به حدود جغرافیایی ایران از آن پس در اثرهای دوران ایلخانیان با شدت و تکرار بیشتر و با گنجاندن ناحیه‌های بیشتر ادامه یافتند. اوج این تأکید و توجه در کتاب‌های رشیدالدین فضل الله همدانی دیده می‌شود که خود الگوی تاریخ نگاری آیندگان در این زمینه شد. به ویژه وقتی که تنش در رابطه‌های خارجی ایلخانان با همسایگانشان بالا گرفت، بازتاب آن در اثرهای این دوره توجه و حساسیت بیشتر به هویت تاریخی و جغرافیایی ایران بود. رشیدالدین فضل الله همه جا حدود ایران را از جیهون تا مصر و نیل دانسته و در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد مملکت ایران از سرحد آب آمویه تا منتهای تخومه، تخوم یعنی مرز بین دو زمین، تخوم روم و جدول دریای سند و اقاصی دیار مصر و حکومت ارمینه کبرا و ارمینه سغراست. بیضاوی با الهام گرفتن از عنوان ایران شهر دوران ساسانی و جایگزینی آن با ترکیب ایران زمین، اثر بسیار ژرفی بر ذهنیت دولتمردان و تاریخ نویسان پس از خود گذاشت. در دوره قازانخان کشور ایران بارها ایران زمین خوانده شد و سلطان ایلخانی پادشاه ایران زمین یا پادشاه اسلام. یکی از مهمترین اثرهای جغرافیایی و تاریخی سده 8 هجری که در جهان عرب نوشته شده، دانشنامه مسالک الابصار فی ممالک الامصار شهاب الدین احمد ابن فضل الله امری است. در بخشی از این اثر با عنوان مملکت ایرانیین به حدود جغرافیایی ایران پرداخته. او نیز مانند دیگر تاریخ نویسان عرب حدود جغرافیایی ایران را از خاور به باختر، از رود جیهون در انتهای خراسان تا فرات و از جنوب به شمال، از دریای فارس تا روم و در حدود ایتالیا در کنار مدیترانه می‌داند. امری به ویژه از بغداد به عنوان یکی از شهرهای کشور ایران که دارای زیبایی‌ها و ساختمان‌های فراوان است یاد می‌کند.
او همچنین به وصف کیش و عمان به عنوان بخش‌های از سرزمین ایران در دریای فارس که محل صید مروارید است می‌پردازد. اهمیت این اثر از آنجاست که رویکرد نویسندگان عرب را به ایران به عنوان یک واحد مستقل سیاسی با مرزهای مشخص جغرافیایی بر پایه میراث کهن تاریخیان نشان می‌دهد. وقت امروز ما به رو به پایان است، چنان که تا اینجا در این رشته گفتارها نشان داده ام، فرهنگ و تمدن ایرانی دارای پیوستگی تاریخی است، زیرا ایرانیان همواره در گیر و دار تاریخ از هویت فرهنگی و ملی خود آگاه بودند و از آن دفاع کردند. به یاری پرباری فرهنگی و آگاهی، شکست‌های نظامی را به پیروزی فرهنگی تبدیل کردند. یکی از نمونه‌های برجسته‌اش را که در دوران تسلط مغول و ویرانی سراسری ایران بود نشان دادم. ایرانیان در این دوران به دستیاری فاتحان مغول به خلافت اسلامی پایان دادند و گرانیگاه نیروی سیاسی در جهان اسلام را به ایران جابجا کردند. رخت ایرانی به تن فاتحان مغول پوشاندند و بیش از پیش بر هویت فرهنگی و حدود جغرافیایی ایران زمین تاکید کردند. نمونه آگاهی از هویت ایرانی که در ناصرالدین عبدالله بیضاوی در عصر مغول دیدیم بسیار جالب است. با اینکه در فارس میزیست و قاضی القضات حکومت خودمختار یا مستقل اتابکان فارس بود، با آگاهی از هویت ایرانی نه تنها به فارس بلکه به سراسر ایران تاریخی یک پارچگیش و پیوستگی وجودی آن میاندیشید و مرزهای جغرافیایی ایران را به مغولان ایرانی شده تاکید میکرد. این کار را دولت مردان دیگری چون رشیدالدین فضل الله همدانی هم دنبال کردند. چهره‌هایی چون بیضاوی کم نبودند. دیگرانی هم که برای فاتحان مغول به سبک شاهنامه فردوسی حماسه سرایی می‌کردند، به بازسازی الگوهای حماسی ایران می‌اندیشیدند. از آن میان احمد تبریزی سراینده شاهنامه که نام بردم. وقت امروز ما به پایان رسید. در هفته آینده به ایران در دوران تیمور و جانشینانش خواهم پرداخت.